سلام فخریگو، چطورین؟ چه خبر؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خوش اومدی به یه ویدیو جدید و به یه سری جدید که قراره از امروز داخل چنلمون آپلود کنیم و اسم این سری رو قرار شد که بذاریم سری آموزش حرفه‌ای. و این ویدیویی که قراره امروز با هم دیگه ببینیم، ویدیوییه که قراره قسمت اول این سری باشه. پس همراهمون باشید، قراره به خیلی از نکاتی که داخل گیم پلیتون و حتی خارج از گیم پلیتون قراره براتون مفید باشه رو بهشون بپردازیم. اگه از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره لایک کنید. بریم واسه ویدیو. داخل این ویدیو قراره بپردازیم به یکی از مهمترین نکات در پابجی موبایل و اون چیزی نیستش جز دیوایس شما. دیوایس شما خیلی 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 بیشتر از اون چیزی که فکر میکنید داخل گیم پلیتون تاثیر داره. و خب دیوایس به اصطلاح پینگ شما و اف پی اس شماست. میتونه روی پی سی باشه، یعنی کامپیوتر باشه، میتونه گوشی باشه یا میتونه تبلت باشه. تمام این دیوایس ها خیلی با هم دیگه خیلی خیلی با هم دیگه متفاوتن، هر کدوم نکات مثبت و منفی خودشون رو دارن، ولی چیزی که داخل همشون مشترکه پینگ و اف پی اس که قراره به این دوتا امروز بپردازیم. اولین بحثی که قراره بهش بپردازیم بحث پینگ شماست. پینگ شما کاملا بسته به اینترنت شماست. چقدر اینترنت خوبی دارید، اینترنتتون چقدر دانلود داره، چقدر آپلود داره، اینترنتتون چقدر پکت لاس داره، سرور اینترنتتون چقدر از سرور بازی دوره، همه اینا به جا و نوبه خودشون تاثیر دارن داخل پینگ شما. برای بازی کردن از ایران تا حدودی هممون میدونیم که خیلی مشکلات هست برای کانکت شدن به بازی و پینگ خوب داشتن. و خب منم خیلی از این موضوع ناراحتم. امیدوارم یه روزی پابجی موبایل داخل کشور ما بدون فیلتر و پینگ خوب اجرا بشه. ولی خب در حال حاضرم میشه با وی پی انای خوب، با وی پی انایی که پولی ان، کیفیت بالایی دارن، همچنان به بازی کانکت شد و پینگ خوبی هم داشت. پینگی که من دارم حدوداً بین 50 تا 70 80 بالا پایین میشه. خب پینگ استانداردی نیست، پینگ استاندارد برای بازی کردن هر بازی 20 تا 50. تنها نکته که راجع به پینگ میخوام بهتون بگم که خیلی جا میدونم اشتباه میکنن راجع بهش، میلی ثانیه ای که زده فرمولش به این راحتی ها نیست. فقط منم تا حدودی خبر ندارم که با چه فرمول سختی حساب میشه، ولی خیلی کلی بخوام بهتون بگم اگه پینگ شما 100 100 رو تقسیم بر 2 میکنید و میشه 0.5 ثانیه، یعنی 0.5 ثانیه طول میکشه که اطلاعات شما به سرور آپلود بشه و اطلاعات سرور به شما. نکته دومی که قراره بهش بپردازیم که خیلی 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 باز بیشتر از پینگ بحثش هست، مسئله خیلی مهمه FPS. FPS به اصطلاح frames per second گفته میشه، یعنی تعداد تصویرهایی که مانیتور شما، حالا میتونه صفحه آیپدتون باشه، میتونه صفحه گوشیتون باشه، یا میتونه مانیتور لپتاپ یا کامپیوتر گیمینگتون باشه. frames per second تعداد تصاویریه که در ثانیه مانیتور شما به شما نشون میده. ولی خب خیلی پیچیده تر از اینه، به این راحتی ها نیست. چیزی نیست که فقط شما ببینید، چیزی نیستش که فقط روانی بازی شما باشه. خیلی خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنید داخل گیم پلی های شما و حتی اثر کردن و خوردن تیرا به انمی های شما قرار تاثیر داشته باشه، که اینا رو قراره با چند تا مثال ساده امروز کاملا بهتون نشون بدیم. پس برو بریم که مثالا رو داشته باشیم. خب اولین چیزی که قراره بهش بپردازیم ریکویل. اینو من خیلی راجبش صحبت کرده بودم داخل استریم، ولی خب فرصتی نشده بود که بتونم به وضوح تصویر نشون بدم. اینکه هرچی اف پی اس تون بالاتره ریکویل گانتون کمتره. اینو قراره روی اینجا، این بهترین سطحیه که میشه روش امتحان کرد. سوبریکو من اتچمنت هامو در میارم، بدون اتچمنت این کارو میکنیم و امتحان میکنیم. شروع میکنم به اسپری کردن و میبینم که آخرین تیر من قراره تو کدوم نقطه بخوره. دست منم که کامل میبینید هیچ حرکتی به دستم قرار نیست بدم. دقیقا یک خط اومد بالاتر. از اینجا شروع کردیم به تیر اندازی. یه بار دیگه هم این کارو میکنیم. دقیقا تا خط بالاییش اومد، یعنی دو تا خط دیدیم که این ریکویل ما تونستش که تفنگمون رو ببره بالاتر. حالا میایم از تو گرافیک با همون گزینه که بهتون گفتم اف پی اس رو از روی 90 روی لو میذارید، یعنی چند؟ یعنی 20. میبینید که بازی خیلی بد شد، اصلا هیچ کس دوست نداره بازی اینجوری بازی کنه. امیدوارم خدا نصیب هیچ کس هم نکنه. ولی خب
دوباره شروع میکنیم اسپری کردن و دوباره میبینیم که ریکویل تفنگمون تا کجا میره. نقطه قبلی اینجا بود. نقطه جدید رو همه با هم ببینیم. از خط زد بالاتر. ریکویل من دفعه پیش اینجا تموم شد و این سری داره حدوداً اندازه 5 تا الی 6 تا تیر ریکویل من داره بالاتر تموم میشه. این نکته رو بگم که من دارم این کارو این مثال رو روی ردات برای شما میزنم. قطعاً روی ایکس های بالاتر مثل 2x, 3x, 4x خیلی 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 بیشتر قراره این تفاوت احساس بشه اگه مثال رو بزنیم. تا زیر خط اومد. میریم FPS رو میکنیم. بیست خدا رو چکه اینو این سیزن گذاشتن داخل بازی وگرنه خیلی سخت میشد کار برای. و بازم از نقطه قبلیش رفت بالاتر. پس یادتون نره دیوایستون اگه بهتر باشه، FPSتون اگه بهتر باشه، این اصلا مربوط به پینگتون نیست. اینو باید بگم اصلا به پینگتون مربوط نیست، ولی هرچی دیوایستون بهتر باشه، یعنی FPSتون بهتر باشه، قطعا ریکویلتون خیلی کمتره. خب دوستان، نکته بعدی که قراره توی این ویدیو بهش بپردازیم فرق اون چیزیه که من میبینم وقتی FPS من کمتر یا FPS من بیشتره. خب من قراره که FPS هم از 90 به 20 و از 20 به 90 تغییر بدم و سرعت حرکت امیر رو با هم دیگه ببینیم. ببینیم که چه فرقی داره. از یه نقطه که مثلا من نبینم مثل این دیواره اینجوری رد شو، فرقش رو فکر کنم منم بتونم ببینم. نه همونجوری نرمال رد شو. یه بار دیگه رد شو. خب اینو قراره براتون صحنه استش کنم که کامل فرقش رو بتونی ببینید. الان فرق اون چیزی که من میبینم با اون چیزی که واقعیت هست و میخوام توی FPS کمتر بهتون نشون بدم. خب میبینی که اصلا حتی 20 هم نیست این FPS، من اگه بخوام راستش رو بگم خیلی کمتر از 20ه. ولی خب الان رد شد. این کاملا روان بودن بازیه. خب این مدلی که امیر الان داره از جلوی من رد میشه خیلی شکسته و خیلی انگار یه بار دیگه بیا این پله پله داره رد میشه. خب قطعا اگه من FPS هم کمتر باشه تیراندازی به این شخص برا من سخت داره. خیلی روان تره. پس هرچی روان تر باشه تیراندازی به این شخص برا من هم راحت تره. اینجا اینجا آره یه گوشه ای وایسا. من تو اوپن وای میستم الان FPSت 90 درسته. خب پیک کن و نشونتو بذار و منو هد شات کن، بادی شات کن ببخش. هد بله 3 2 1 خب 3 2 1 خب این با FPS 20 درسته. آره من میخوام حرکت کردن تورم ببینم که چقدر سریع از کابل میای بیرون یا میری داخل. خب بعدی یه بار دیگه 3 2 1. خب چیزی که ما الان دیدیم امیر کلش از کابل میاد بیرون بعد شروع میکنه تیراندازی، ولی چیزی که امیر کاری که امیر داره انجام میده این نیست. یه بارم بذار از استریم خودش ببینیم. بزن. چیزی که ما داریم میبینیم اینه که امیر آره چیزی که ما داریم میبینیم اینه که امیر از کاور میاد بیرون شروع میکنه تیراندازی بعد ما میبینیم. بله 3 2 1 خب الان FPS تو 90 کن، همین کار رو دوباره انجام بده. 3 2 1 خب خیلی سریع تر مردیم، خیلی واضح بودیم موضوع. خب یه بار دیگه انجام بده. آه 3 2 1
این خیلی سریع تره قطعا. کاملا فرقش احساس شد، چیزی نیستش که من حتی لازم باشه صحنه آهسته کنم اینو، ولی خب این کارو میکنم. تایم مردنمو با تایم با تایمی که اف پی اس 2090 بود و کاملا میشه مقایسه کرد. باز میگم نیازی نیستش که صحنه آهسته شو حتی ببینی، خیلی واضح بود، ولی خب بازم این کارو میکنم. بریم که ببینیم. دوباره موقعی که آدم میخواد ثابت کنه یه چیزی رو بیشتر میگه اه واقعا چقدر اینجوری بوده. پس راجع به پینگو دیوایستون هم میشه بدونید که اینترنت بهتر، دیوایس بهتر، قطعا نتیجه بهتری توی گیم پلیاتون قراره بهتون بده. آخرین نکته که قراره با هم دیگه مقایسه کنیم و ببینیم به وضوح که چه فرقی داره FPS پایین و FPS زیاد، سرعت تیراندازی تفنگتونه. که خب ببینیم 40 تا تیر رو تو چه فاصله ای هر FPS تو فاصله زمانی، یعنی هر FPS تیراندازی میکنه. الان خب 90 ایم، 40 تا هم تیر داریم. شروع میکنیم اسپری کردن و این باز یه چیزیه که بعدش صحنه استش رو و تایمرش رو باید با هم دیگه ببینیم. و رو اف بی اسه اینم از این. خب رفقا اینم از اولین قسمت از سری آموزش حرفه‌ای. امیدوارم که برای همتون کارساز باشه، امیدوارم که خوشتون بیاد از ویدیو و بتونم یه لایکتون رو قرض بگیرم. باز میگم دیوایستون و پینگتون خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنید داخل بازیتون تاثیر داره. برای رفقایی که از رو امیلیتور بازی میکنن قبلا یه آموزشی گذاشتیم که چجوری بتونن FPSشون رو بیشتر کنن داخل امیلیتور، رو اینجا میذارم لینک اون ویدیو رو که اگه خواستید بدونید چجوری FPSتون رو داخل امیلیتور فقط بیشتر کنید چه کارهایی رو لازم انجام بدید. امیدوارم که باز از ویدیو خوشتون اومده باشه. این سری رو قراره که ادامه بدیم مثل بقیه سریایی که همیشه تو چنلمون بوده. همراهمون باشید، میبینمتون تا قسمت بعدی. خدا بزنید.